ایران در آینه جهان. براندن کلارک اسمیت از حزب محافظه‌کار انگلستان: رفتار وحشتناک رژیم با شهروندان خود گویای همه چیز است و ما باید عمل کنیم. دادگاه‌های سپاه پاسداران بزرگترین مجری نقض حقوق بشر در ایران است و بسیار متاسفم که ما قاطعانه عمل نکرده‌ایم. گاوین ویلیامسون از حزب محافظه‌کار انگلستان: نقض فاحش حقوق بشر در ایران کماکان نیاز به یک پاسخ سیاسی قوی دارد. جان کرایر از حزب کارگر انگلستان: آخرین موج حملات مرگبار رژیم ایران به مردم خود در سپتامبر سال گذشته پس از قتل مهسا امینی توسط پلیس ایران آغاز شد. فاشیست‌های مذهبی و دیوانه‌های قاتل که ایران را اداره می‌کنند و هیولاهای خدمتکار آن در سپاه عملاً نسخه مدرن نازی‌ها هستند. جان هاول از حزب محافظه‌کار انگلستان: جمهوری اسلامی در 44 سال حکومت وحشیانه هرگز با این همه آرمان گسترده و سراسری برای آزادی مواجه نشده است. این کشور تحت تأثیر بزرگترین و متنوعترین اعتراضات تاکنون قرار گرفته است. سارا گرین، عضو مجلس عوام انگلستان: از مرگ تکان دهنده مهسا امینی در سال گذشته به دست مقامات ایرانی وحشت زده شدم. سرکوب وحشیانه‌ای که به دنبال آن انجام شد و صدها کشته بر جای گذاشت، سوالات فوری را در مورد اینکه چه کارهای بیشتری برای حمایت از مردم ایران میتوان انجام داد ایجاد میکند. سارا اولنی، عضو مجلس عوام انگلستان: سپاه نه تنها برای مردم ایران ایجاد رعب و وحشت میکند، بلکه شبکه ای از گروههای تروریستی را در سراسر خاورمیانه تقویت میکند و جنگ و خشونت را در سراسر منطقه گسترش میدهد. کریس لاو، عضو مجلس عوام انگلستان: جمهوری اسلامی ایران در 44 سال گذشته رژیم ظلم و ستم داخلی و خارجی را اداره کرده است. کاترین وست از حزب کارگر انگلستان: در واکنش به اعتراضات و سرکوب دولتی، شاهد شلیک غیرقانونی گلوله‌های جنگی و گلوله‌های ساچمه‌ای توسط نیروهای امنیتی ایران به سوی معترضان بوده که صدها مرد، زن و کودک را کشته و هزاران نفر را مجروح کرده است. اندرو میشل، معاون وزیر خارجه انگلستان در امور توسعه و آفریقا: من می‌خواهم تأکید کنم که رفتار مذموم ایران در ماه‌های اخیر تشدید شده است و سابقه حقوق بشر آن وحشتناک است.